دوستان و همراهان همیشه یه کانال حسین از همه درود بر شما. دیدار نیمه های وزن 97 کیلوگرم علیرضا رکابی در برابر کشورمون با دوبنده قرمز در مقابل کشتیگی از الجزایر قرار گرفته. کشتیگی الجزایر با دوبنده آبی دیر کشتی میگیره، ببینیم چه میکنه. امیدواریم که خودش رو به فینال برسونه. امروز ما دو تا فینالیست داشتیم، 86 و 125 ما رفتن فینال، دو تا بچه های ما حذف شدن و امیدواریم که رکابی هم به فینال برسه. ما سه تا فینالیست امروز بعد از او داشته باشیم. با این اوصاف آذربایجان احتمال زیاد از نظر تیمی قهرمان خواهد شد و ما ببینیم رقابت داریم با ترکیه برای نایب قهرمانی، البته از نظر تیمی ببینیم چه میکنه علیرضا رکابی. کار ما رو رو به جلو، اگر اینطور کار کنه میتونم به کشتیگیر الجزایر اختیار کمکاری بدم. بله، داور درخواست کمکاری میکنه برای دو بنده آبی و درست هم هست. داور کشتی رو نگه میداره و تذکر رسمی رو میده به کشتیگیر الجزایری که کمکار، اگر همینطور ادامه بده شاید کراک به روی کشتیگیر الجزایر فعال خواهد شد. یه لحظه تحت تعقیب گذاشت، باید مراقب باشه کنارهای توشه بدلکاری نکنه و توشه خارج نشه. نیپر دیگه کشتیگیر الجزایر هم نمیخواد کم بیاره با زیره که دوستان سعی میکنه راه رو باز کنه و ایجای فروخش و گارد پوشکیر ما رو بشکنه. حالا بکنه دور یه لحظه تو شک میرفت که خواهش کنه، باید ادامه بده، نباید منتظر بشه. حالا زیره دو خم، حالا درسته، نباید به داور نگاه کنن. یه لحظه هر دو کشتیگیر برگشت به داور نگاه کردن. کشتیگیر ما باید از فرصت استفاده کنن مثل برق و باد تو این شرایط. تا وقتی داور سوت نزده باید برن برای جای فند. خب نتیجه کشتی حالا 2-0 میشه. علیرضا رکابی که دور اول عریف روسش به روی توشک نیمه، در دور دوم تونست گیورگیان رومانی رو شکست بده. یک بری تحت رقیب ولی از توشک خارج نشد. خیلی داره خوش رو خسته میکنه کشتیگیر الجزایر و میتونه سه دقیقه دوم به نفع ما باشه. دور بعد هم کشتیگیر آذربایجان رو 9-1 شکست داد علیرضا رکابی. امیدواریم که در این دیدار برنده بشه. یه دستور کشید حالا تحت تعقیب گذاشت یه پرید کشتیگیر ما رو. حالا باید میرفت، حالا باید بزن زیر کف و توشه خارجش کنه. تو این شرایط خطرناک، البته میتونه کشتیگیر حریف دور بزنه، باید زیر کف بزنه تا نتونه دستش فرار کنه. حالا این نیم نگاهی به ساعت میندازه، 30 ثانیه زمان داریم تا ثانیه های پایانی سه دقیقه اول. بهتره که بره برای جای فن. سه دقیقه دوم مطمئنا کشتیگیر الجزایر میاد سرعت رو بالا ببره تا حداقل شات کراک رو بگیر از کشتیگیر ما. میتونه کشتیگیر رو شکست بده، فقط نباید گاردش رو بالا بیاره. یک پردیه با چه دست رو گرو گرفته، میتونستن شاید کارک رو بدن به کشتیگیر الجزایره. بهتر کار کرد کل سه دقیقه کشتیگیر ما. یه جورایی هر دو کشتیگیر راضی هستن تا زمان تمام بشه و نزد مربی خودشون برن. خب 30 ثانیه وقت استراحت و ببینیم چه تاکتیکی در نظر میگیرن برای سه دقیقه دوم در مقابل کشتیگیر الجزایر. تو چه لازم رو میده بهش نادر ناظری مربی تیم ملی کشورمون در این دور از رقابت ها. عزیزانی که به تازگی به جمع ما پیوستید لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر کشتی های بعدی عزیزانمون باشید. از فردا هم کشتی های فرنگی آغاز خواهد شد. ببینید بچه های فرنگی کار ما چه خواهند کرد. ما احتمالا به امید خدا امروز بعد از اون جشن نایب قهرمانی رو میگیریم در ارتش های جهان. پیج اینستاگرام حسین نظری می، اونجا هم میتونید آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به اجدادمون رو پیگیری کنید. دعوت تذکر می که بدن کشتیگیر الجزایری کاملا خوش نشده. عزیزانی هم که اعتراض دارین که هر از گاهی من فریاد میزنم یا تماشاگرای اطراف من فریاد میزنم بلو پاسی رد پاسی، ما از چند تا از داورا پرسیدیم و واقعا تاثیر داره. عزیزانی که تو خونه نشستین و میگین که تاثیری نداره، تاثیر منفی داره، نه، ما چند تا داور پرسیدیم و شما هم بهتره که بپرسین و واقعا نمیشه تو سالن بشینیم و وقتی حق خوری میشه یا کشتیگر ما امتیاز دارن تو نیاز دارن تو ثانیه های پایانی به انرژی مثبت نتونیم فریاد بزنیم. واقعا من که نمیتونم، بازم ازتون معذرت میخوام اگه صدام اذیتتون میکنه. بریم ادامه کشتی. یه لحظه دستی رکت
باید مراقب بدنکاری. حالا یه لحظه پیش میندازه، میرفت به مچ پا برسه، باید ادامه میداد. وقتی کنار توشک میرسه کاش ادامه بده. دوبار تو سه دقیقه اول هم به این موقعیت رسید. یک باید تو سرسه آقار مارم رو به جلو، دستاش خوب کار میکنه، میتونم به کشتگیره الجزایر اختیار کمکاری بدم و شاکرای دو فعال کنن روش تا یک امتیاز بگیریم خیالمون راحت بشه. این دوتا زیاد آشی اهمیتی نداره. از این بر قاضی درخواست کمکاری میکنه برای دو بانده آبی. رو به جلو آرمارم یه زیر دو خم جانانه، داور کشتی رو نگه داشت، نمیدن داور به چی. چارتایی بله چارتا فورت نمیدن داور چرا کشتی رو نگه داشت. سود نزده بود، وقتی دو خم رو گرفت نزده بود، ولی خب مهم نی، بهتر که به کشتی ادام بده. حیف شد، سود نزده بود هنوز. حتی میتونی این کشتی رو برنده بشه. خب منتظریم تا داور سوت ادامه کشتی رو بزنه. خب بریم ادامه کشتی. یه دقیقه و 50 ثانیه زمان زیادی برای دو امتیاز و آشی امنیتی نداره. ما امیدواریم که در آقای کشور به فینال برسه. نباید رها کنه، میتونی کشتی رو شکست بده. کشتی الجزایر کاملا خسته است. آرمان رو به جلو باید زیگه حالا دستشه خارج میکنه، تسلیم میشه. حالا دیگه خیالمون راحت شده، یه خاکم از دست بده. برنده فرقی نمیکنه، یه دست دستور گرو گرفته. ببینیم میتونه یک پر دیگه امتیاز بگیره. نه حالا کشتی الجزایر میزنه زیره که تو گارد و کشتیگیر ما رو بشکنه. یه دستو کشید، حالا یه دست رفت برای کمرگیری، ولی هوشیار بود کشتیگیر ما رو سعی میکنه پیش بندازه زیره خم دو خم و بیرون توشه توشه خارج میشه. یک امتیاز دیگه میگیره حالا علیرضا رکابی. میریم که آرماریم سومین فینالیست رو هم چراغش رو روشن کنیم. البته زمان بسیار زیادی مونده، یک دقیقه و 10 ثانیه. 4-0 جلو افتاده و کشتیگیر الجزایری یه جورایی خسته است دیگه، نیازی نداره به آب آتیش بزنه، میتونه اداره کنه این کشتی رو. اداره کردن کشتی هم میشه گفت 30% راه برده. واقعا میتی ویسی و دیروز کشتیش رو دیدیم، لذت بردم. هم کشتی رو بلد اداره کنه، هم امتیاز به موقع بگیره، عالی کشتی گرفت. واقعا حتما کشتی های میتی ویسی رو ببینید. من خودم دوست دارم دوباره بشینم و کشتی هاش رو تماشا کنم. چه کشتی های زیبایی گرفت. یک بار دیگه زیر دو خم از راه دور چشم بسته از کشتی گرد زایه. ثانیه پایین، 30 ثانیه تا پایین کشتی. یه لحظه رو جلو، ولی تو برگشت کشتی ماست که با بدلکاری دور میزنه و کشتی گرد زایه رو توش خارج میکنه. حرفی برای گفتن نداشتم مقابل دراوری کشورم. امیدوارم که در فینال هم یه کشتی جذاب و زیبا امروز به عرضه ازش ببینیم و به مدال طلای این دور از رقابت ها برسه. متاسفانه رضا مؤمنی عدو رقابت ها حذف شد. ثانیه پایینی کشتی تو واگذار کرد، حریفش هم باخت و عدو رقابت ها حذف شد. محمد حسین نورزیان هم حذف شد. ما امروز با این برد تا 4 ثانیه دیگه 3 تا فینالیست خواهیم داشت. امیدواریم که 3 تا طلا بگیریم امروز و کاروانمون خوش رنگ تر بشه مدال هاش. خب تبریک میگیم دلاور کشور به فینال راه پیدا. دوستان تا امروز بعد از ظهر بدرود.